با درود فراوان، یک سال نشده گذشته، داره میشه یه سال، 10 ماه 11 ماه از کشته شدن مهسا امینی که دل همه ایرانیان رو به درد آورد، چه خارج کشور چه داخل ایران. و بعد مهسا امینی هم اینا اومدن هزاران هزار ایرانی رو کشتن که ثابت کنن ما مهسا امینی رو نکشتیم. این جمهوری اسحالی یه سریا رو همینجوری دارن اعدام میکنن به طرز فجیع. تناب حساب کن، خودتو بذار جای اونا، فکرشو کن. فقط یه تنابی آویزونت میکنن، یه قاضی یه آخوند بیناموس میاد وای میسته، جون دادن یه جوون رو میبینه و لذت میبره، میگه اجرای حکم. اینا انسان هم که طبق قانون اسلام، یعنی تمام مجازات اینا طبق قانون از قرآن دستور میگیرن، از اسلام، اعدام و شکنجه و، یعنی میگن هر کی ما رو نمیخواد اسلامه دیگه. الان کشور ما رو اسلام گروگان گرفته. یه سری مغزبندقی میام هنوزم کنزه این حرفا رو میزنم. بابا چه ربطی به اسلام داره؟ خب کی رفت اون مغز فندقی؟ جمهوری اسلامی، اسلام کشور ما رو گروگان گرفته. بچه هایی که کف خیابون دارن مبارزه میکنن با این مسلمونا دارن مبارزه میکنن، مثل بسیجی ها، مثل سپاهی ها، یا میرن بسیجی های کشورهای دیگر رو برمیدارن میارن مردم ایران رو سرکوب میکنن وقتی کم میارن. توی که میای از سیرک حکومتی این بیناموسا حمایت میکنی، یعنی داری آخوند رو چاق میکنی، یعنی داری آخوند حمایت میکنی. هزاری هم تو بیا به آخوند پشت ناموس بده، پشت خوار مادر بده، ولی آخوند یه فیلم میگیره میره ببین مردم ایران هم اسلام رو قبول دارن، هم میبینی سیرک رو انداختن. خب چرا ربط نداره؟ تو بیا اینا تحریم کن. مگه ایرانی برای کی میخوای گریه کنی؟ تعصب چی رو میخوای بکشی؟ امام حسین، از امام حسین مظلوم تر نداریم؟ علی اصغر چیان نبود مگه؟ 12 سال بستن به رگبار کشتنش. دیگه چی رو میخوای؟ چند تا ما حضور ذهن ندارم. برای ابوالفضل میخوای گریه کنی؟ خدا نور بابا ایرانی نیستن، به خودت بیا. یک سال نشده، اونا که 1400 سال پیش ایرانی نبودن، دخلی به ما نداشتن و 1400 سال پیش حمله کردن، یعنی تاختن. تازیا اومدن ایران ما به اجداد ما تجاوز کردن، زنای ما رو بردن به برده. اینا رو که ما بارها گفتیم، تاریخ طبری فلان، چرا تو گوش یه سریا نمیره؟ دو حالت داره. یه سریا هم مواد میفروشن توی ایران، زد و بند میکنن. من دیدم به عینه مواد توشو طرف میفروشه، میاد سیرک محرم رو راه میندازه که بهش دولت گیر نده. حالا تو بیا، مگه میذارن شما شادی کنید؟ پارتی میگیرید بهتون گیر میدن، تو پارت میزنید میرقصید بهتون گیر میدن و همیشه مخالف شادی شما. وقتی سیرک محرم و رامیندازی باهات کاری ندارم، حتی بهت پولم میدن، جواز میدن، نمیدونم وام میدن، برنج میدن، گوش میدن، برو سیرک محرم و راه بنداز. اکثر اونایی که بانی اینا میشن میری ببینی تهشون داره باد میده، یا خلافکارن یا داره بهشون پول میدن، جواز رو نمیدن، گوشت و فلان و وام و. چرا ربط نداره؟ دوبارم ربط داره. مگه ایرانی نیستی؟ به خودت بیا دیگه. تا کی میخواین از خودت شروع کن؟ این دیگه کف خیابون اومدن نیستی برگردی به من بگی تو ربط اونزانو شستی داری به ما میگه. الان که این کف خیابون نمیگم بروی کسی با کار نره. آقا تحریم کن، کسی کیره تو مخواد بخوره؟ خیلی ها کردن، خیلی ها چند سال میگه ما نمیریم، طرف میگه دمت گرم تا شدیم، اما ما که با تو آشنا شدیم دیگه نمیریم. سوس شدن چی شدن؟ جهنم رفتن چی رفت چی شدن؟ تو هم داری با اونا زندگی میکنی، دنبال بهشتی؟ جهنم، جهنم از ایران الان جهنم دیگه، این آخونده درست کردن براتون. تا کی میخوای این جلوی دونستان مقاومت کنی؟ تا کی میخوای ادا در بیاری؟ تا کی میخوای این لاشی بازی رو در بیاری؟ خودت بذار جای اون خانواده هایی که چی بچه‌هاشون چی چششون از دست دادن. کسکش مدعی میاد آ چشم عزت ابوالفضل در آوردن کرد میشینه گریه میکنی. مگه تو ایران چقدر جوون الان چشماشون از دست دادن؟ باید به خودت بیا دیگه. یا میاد آ ابوالفضل مشکو گرفت، این دستشو زدن، این پاشو زدن، چقدر جوونای ما رو دارن اعدام میکنن. چرا آقا تحریم کن؟ نه، به سیرک محرم.
به خودت بیا، ایرانی نیستی مگه؟ از همین چیزا شروع میشه، از همین چیزا شروع. ما خار آخوند رو میدی این ضربه میزنی به آخوند، همون جور که باعث از مخالف شادی توه، تو هم بیا اینجور خارش رو بگو بس دیگه بابا. و طلب میاد میگه شادی ما اعتقاد نداریم، برای کسکرک بازی میریم، دل خوشی نداریم، دختر بازی میریم. همینی که تو اونجوری میگی، ولی آخونده کسکش اینجوری نمیگه که، میگه اینا قبول دارن، اعتقاد دارن که اومدن. بابا به خودت بیا بس دیگه بابا، ایران یه با غیرت. حتی تحریم من چی بگم آخه، دقیقا نوشتی کیلان تو قبر امام حسین، دقیقا برای منم روش امام حسین چه کسکشی، ابوالفضل چه کسکشی، اونا برای 1400 مگه باباته تعصب میشه کسکش؟ طرف یه جور تعصب میشه انگار تو ایران میاد به من خوش، باقا تو چی کار داری؟ مگه امام حسین ابوالفضل قدرت ندارم بگو کیل منو بخورم، بگو دهن منو بمون، به تو چه؟ باباته مگه؟ ننته مگه؟ بچه محلت بوده مگه؟ مگه باش حبس کشیدی؟ مگه هم قرضت بوده؟ تو چی کار داری؟ بگو آقا 7 سال 8 سال من چرا من چیم نشده؟ بابا به خودت بیا دیگه، بس دیگه، دیگه سواد نمیخواد که. این کسکشا فقط تبلیغشون این آقا سیرک محرم را بندازید، مواد میفروشید، نمیدونم خلافکاری اراضی، هر چی سیرک محرم رو برام را بنداز، سیرک حکومتی رو. مگه از آخون بدت نمیاد؟ خب چرا میری سیرک حکومتی را میندازی؟ نمیشه که. از آخون بدت میاد ولی احکام آخون رو رعایت میکنی، بس به خودت بیا. من بارها گفتم ولی امسال فرق داره، یک سال نشده هموطنان تو دارن میکشن، اعدام میکنن، یادت نره. اینا بیمعرفتیه، یعنی خیلی باید بیغیرت باشی. من خودم از خودم شروع میکنم و خانواده خودم، وقتی خدا نور رو ببینم برم تعصب حضرت ابوالفضل رو بکشم، خدا نوری که واقعا دستنش به میل پرچم و حقیقت مثل تایی چون خیار تلخه. بس به خودتون بیاید، نذارید این کسکشا با این سیرک. البته خیلی کم رنگ شده، از 100% 70% چیلشون هم حساب نمیکنه امام حسین. دقیقا لباس مشکی نپوشید، این اصلا کسکلک بازی بشه، بریز کنار. آره مشتی هستی، یه نفرم این لایب بهره برده باشه، یه نفرم جرقه خورده باشه تو کلش، برای من کافیه. خودتون میدونید هفته پیش یه پیجی دستم پیج داشتم من 150,000 تا، میلیونی منو میدیدن، الان تو یه روز 1,000 نفر. یا تو یوتیوب، کانال یوتیوب هم الان اینا ملاک نمیشه، یه نفرم بفهمه یه نفره تموشو دارم. دوستتون دارم مشتی هستید، برو چی؟ نه به محرم، تموشو دارم.